سرویس و تمیزکاری فیلتر داخلی اسپلیت کی انجام بشه بهتره و اینکه این کار چقدر میتونه حیاتی باشه. سلام دوستان، من راین هستم و اینجا کانال AC اقراری. اول از همه ازت میخوایم لایک و سابسکرایب فراموش نکن و همچنین دکمه زنگوله رو بزنید تا اولین نفر باشید که از ویدیو ما دیدن میکن. خب ببین رفیق، موضوع قابل توجه همیشه تمیز بودن رادیات اسپلیت، حالا چه پنل داخلی چه پنل خارجی. منتها اینکه که ما داخل پنل داخلی داریم مربوط میشه به فیلترهای توری مانند که به تمیز بودن اون کمک میکنه و باعث میشه که این اتفاق سرویس عقب و عقب تر بیفته و این کاملا بستگی داره به زمان شستشوی این فیلترها. خب من الان فیلتر رو براتون میارم. ببینید این الان در واقع همون فیلتریه که داخل اسپلیت دیواری وجود داره و حالا برندهای مختلف زخامت و در واقع میشه گفت که چشمی این توریا با هم فرق میکنه، هیچ تفاوت دیگه نداره. و اینکه الان میخوایم بریم با هم ببینیم این کار چطور انجام باید بشه و بریم که کیا باید انجام بشه بهتره. خب این اسپلیتی شما مشاهده میکنید در این قسمت، یعنی در واقع دو طرف دستگاه، حالا بعضی از مدل ها مثلا سامسونگ به فرم مثلث فرق داره که توریاشون باله. حالا این مدلی که عرفاً 90% اسپلیت ها هست، یه قسمت انگشتی تو این نایه داره و یکم اینجا، این دو طرف رو شما یه فشار میدی پنل آزاد میشه، قسمت کاپوتش. این کاپوت که آزاد شد، این توریا به این صورت در اینجا قرار داره بینش که با یه حرکت خیلی ساده از داخل این قسمت شیارا در میاد و توریا آزاد میشه و روال جازدانش هم که به همین صورت در این قسمت قرار میگیره و جا میزنید و کاپوت رو میارید پایین، یه فشار، تمام. ببینیم که حالا میخوام بریم سراغ قسمت مهمی که کیا انجام بشه بهتره. بر اساس کاربری میخوام بهت بگم اگه محیطت مسکونیه، میانگین ماهی یک بار انجام بدی بهتره، مخصوصا تو دوره تابستون اگه زیاد استفاده میکنی. اگه مناطق جنوبه که خاک زیاد داره، طبیعتا بهتره که هر دو هفته درمیون، سه هفته درمیون کار انجام بشه. اگه محیطایی مثل محیطای لباس فروشی باشه، بخش فروشگاهی باشه، رفت آمد زیاد، پاخور زیاد داره، طبیعتا این هم باید هر دو هفته انجام بشه حتما. و اگر اداری باشه اونم میتونه برای هر سه هفته یک ماه انجام بشه. مثل خونگی زیاد تفاوت نداره، حالا باز خونگی مثلا جا داره حتی یک ماه و نیم هم بشه. دیگه چک کنید نمونه. ببینید بمونه هم خاک رد میشه، هم اتفاق بدتر اینه که این کثیفی باعث میشه سرعت هوادهی بیاد پایین، حجم هوا میاد پایین و وقتی اتفاق بیفته بلورفن بهش فشار میاد، سرمایه کمتر میده، گرمای کمتر میده. بعد شما مشاهده میکنید که آقا مصرف برقت رفته بالا، دستگاه زور قبلش رو نداره. خب این استهلاک ما نمیخوایم پیش بیاد، چه کاری بریم این کارو قشنگ انجام بدیم به طور منظم رعایت بکنیم که تو بهترین عملکرد خودش استوری همیشه باشه. اگر از محتوای من خوشت اومد ازت میخوام رو لایک بکنید و سابسکرایب زنگوله رو بزنید تا اولین نفر باشه که از ویدیو ما دیدن میکنید. برای دوستانتون بفرستید تا از این اطلاعات ارزشمند استفاده کنن. یا حق